سلام، من آیدم. به یه چالش غذایی سمی دیگه خوش اومدید. ساندویچ با گردونه شانس. این طرف محتویات اصلی ساندویچه، این طرف هم محتویات فرعی. در واقع یه مش چرت و پرت گردونه شانس تعیین میکنه که آخرش باید چه ساندویچ جهنمی بزنم برات. تجربه ثابت کرده که تا اینجای کار همیشه تو چالش های غذای خوششانس بودم. چجوری باید مرغ خام بخورم بچه؟ قبل از اینکه این چالش رو شروع کنیم میخوام کامنت بخونم. سلام آی جون، عاشقتم. منم باور نمیکنه همه ویدیوهاتو توی یه ساعت دیدم. خودم هم باور نمیکنم. بله عاشق موهاتم که گوشی میبندی. عالی هستی دختر. چالش 24 ساعت فقط غذای جامد بخور، 24 ساعت فقط بستنی بخور، 24 ساعت فقط نودل بخور، 24 ساعت هر چی ما بگیم فقط، چون بعضیا اینستا ندارن توی یوتیوب. اگه درست متوجه شده باشم منظور اینه که بعضیا از شماها اینستا ندارین، توی کامیونیتی بگم بهتون که قرار این ویدیو رو بگیرم، شما مثلا بگین که من باهاتون 24 ساعت چیکار کنم. خودم خیلی وقته که میخوام خیلی از ویدیوها رو بسازم ولی منتظر اینم که ازتون نظر بپرسم. خیلیاتون هنوز پیج اینستا منو ندارین، از این بالا میذارمش. حتما حتما همین الان بزنیمش و فالوش کنید که از این ویدیو هم حتما بذارم و ازتون نظر بپرسم و 24 ساعت هر کاری که شما بگین انجام بدم. کلی مرسی از کامنت. خب الان ما بین دو تا چیز انتخاب باید بکنیم. یه دونش بلوچه است، یه دونش هم کالباسه. شانس بیارم کالباس در بیاد دیگه بچه ها. حاضرین؟ 1 2 3 کالباس. ایول سر اولی که واقعا خوش شانس بودم. واقعا ببین اگه همینجوری پیش برم یعنی دیگه هیچی نمیخوام. کالباس بذاریم. خیارشور یا پاستیل؟ اینقدر شانس مگه میشه همچین چیزی؟ در پوست خود نمی گنجم. اگه اینجوری پیش بره که ساندویچ هم عالی میشه. من دیگه از ذوق زیاد دارم زیاد. آیتم بعدی لواشک و کاهوه. 1 2 و 3 لواشک. خب حالا یکم هم چلنجی شد، مشکل نداره. همینجوری به نظرتون بذارم اینا این تو؟ بله. یه ساندویچ خوشمزه بچه‌ها به چی احتیاج داره؟ هیچ. گوجه احتیاج داره. آفرین به شما. ولی توی ساندویچ گوجه خیلی خوشم نمیاد. اصلا مهم نیست. یه طرف قضیه گوجه است، یه طرف قضیه هم سیب بچه‌ها. ببین چه فسقلی آخه. سیب این کوچولویی تا حالا دیده بودین؟ دیده بودین چون سیبای ترش سبزش کوچولو. الان که دارم فکر میکنم سیب با کالباس کاریه که باید انجامش بدم. اما استرس گرفتم. یه طرف سس کچاپ داریم، یه طرف هم بستنی آب شده، اونم از نوع قهوهش. درست دارم بستنی آب شده خیلی دوست دارم، ولی خب دلیل نمیشه که تو ساندویچ با کالباس بخورمش. گردونه شانس بهم رحم کن، خواهش میکنم تو نباید این بلا سر من بیاری. بستنی خیلی نامردیه. آب شده؟ نه نمیخوام. تجربه ثابت کردی که تا اینجای کار همیشه تو چالش های غذای خوششانس بودم. یعنی باید بستنی آب شده بریزم به جای سس؟ کی همچین کاری میکن؟ مگه بستنی میترکه؟ مگه نوشابه نبود وقتی باز کردم میترکید؟ ای واسه اینکه این ترکیب جهنمی تر بشه و یه وقت نگین که آی داری جرزنی میکنی، باشه بستنی آب شده هم میرزم روی کالباس ها. کی فکرشو میکرد آی یه روز بستنی و کالباس بخوری؟ خیارشورم خیلی تباه میشه با دلی مالا مال از اندوه. نونو بریدم نمیدونم کدوم بری. خدای خودت کمک کن. بچه دقیقا رنگ بستنی شبیه سس فرانسوی شده. بذار از اون قبلش وصیت کنم. نمیدونم ولی خب دیگه همه چی اینجا آشکاری، همه رو داریم میبینیم دیگه. داریم میبینیم چه بلایی دارم سر خودم میارم. در حال امیدوارم که ویدیو بعدی هم از من ببینید بچه ها. اینجوری که نمیشه با یه ساندویچ از یوتیوب خداحافظی کنم. نه واقعا دلم نمیخواد. هنوز بستنی نرسیدم. الان سیب و کالباس رو دارم فقط میفهمم. اونقدر هم بد نیستم. سس دارم ببینم. اینجا سس داره. هما به هم نمیان. ترشی و شوری و شیرینی گم شدم. واقعا یکی پیدام کنه این چه وضعیه. چیکار کنم بچه انقدر گشنم شکم داره قروقر میکنه. از لواشک تشکر میکنم. این سیب خیلی خوش طعمه، تونسته جمع کنه قضیه رو یه جوری.
بعد دیگه نمیخوام ادامه بدم، واقعا نمیخوام ادامه بدم. اینقدر نونه بزرگیه، گازایی که برسن میبینی چه کوچیکه. محتویات فکر نکنید دو یه وقت مثلا بستنی سس فرانسویه. بنظرم بازم خوش شانس بودم، خیلی بهتر از اینا میتونست باشه. کلوچه و سس کچاپ. بگذاریم، اینم از چالش سمی این سری. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگه خوشتون اومد لایک کنین و اگه هنوز به این کار سابسکرایب نکردین همین الان دو میگم سابسکرایب بزن، زنگوله کناریش هم بزنید لطفاً، که من دارم چرت و پرت میگم دیگه با این چیزی که من خوردم. فکر کنم خیلی عادی باشه که اینقدر چرت و پرت بگم. اثرات خوردن ساندویچشون حس میکنم که یه حالتهایی مثلا داره اینجا میچرخه. داشتم میگفتم که آره دیگه لایک کنید و این حرفا. بعد آها، یادتون نره که 10 تا 10 تا دوستتون دارم، خیلی مهمه. حال دلتون خدا نگهدار.